بی‌تحرکی زیاد در قرنطینه به زانوهام آسیب زده. چه حرکاتی در یوگا میتونه این آسیب رو کمتر کنه یا از بین ببره؟ اصولاً یوگا یا میتونه به آرامش روان در دوران سخت شیوع کرونا کمک کنه؟ اینها دو نمونه از سوالهایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC @BBC شما برای ما فرستادید تا جوابش رو از متخصصان برنامه بگیرید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. سوالات شما در مورد یوگا بسیار زیاد بود، بنابراین در این قسمت که بخش دوم مصاحبه‌مون هست با خانم ندا رشیدی ازشون سوالای بیشتری میپرسیم. خانم رشیدی 12 ساله که در لندن یوگا تدریس میکنن و 6 سال در مرکز یوگای شیواناندا فعالیت کردن. خوش اومدید. خیلی ممنون. با سلام. ساسان پرسیده که بی‌تحرکی زیاد در دوران قرنطینه به زانوهام آسیب زده. چه نرمشایی میتونن این آسیبو برطرف یا کمترش کنه؟ بله، درد زانو دوباره یکی از چیزهایی که خیلی رایج هستش. چیزی که توصیه میکنم چند تا حرکتی که میتونین تو خونه خیلی راحت انجام بدین. میتونین از یه حوله استفاده کنین که زیر پاتون قرار بدین، رولش بکنین یا یه بالش کوچیک به این شکل دستاتون رو پشت قرار بدین و یه پا میتونه خم باشه و پایی که روش کار میکنین رو در واقع کشش میدین، بلند میکنین، پنجه پا به طرف بدن، پاشنه پا به طرف خارج، خود زانوتون روی این بالش داره استراحت میکنه ولی کشش رو روی عضله‌های پا و پشت پا کاملا احساس میکنین و همونجور که میبینین پنجه کاملا به طرف بدنتونه. دوباره نفس عمیق فراموش نشه، این حرکت رو برای 20 شماره نگه میدارین و آزاد میکنین و به همین شکل برای پای دیگر. بالش رو میتونین بردارین و حرکت دیگه که میتونین انجام بدین که شبیه این حرکته، میتونین دراز بکشین پشتتون یا دستاتون رو، آرنجاتون رو روی زمین قرار بدین، دوباره یک با خمه و پای دیگر رو بلند میکنین به طرف سقف، نه خیلی زیاد، و بعد دوباره پنجه پا به طرف بدن، پشت پا رو کشش میدین و برای 10 شماره نگه میدارین و آروم روی زمین قرار. خیلی احساس میکنم این حرکت خوبیه، به خصوص برای درد پشت زانو. زیر پشتتون دراز میکشین، دستاتون رو زیر زانو قرار میدین و بعد جوری که انگار دستتون رو پرس میکنین بین پشت زانو و پشت رویتون، دوباره 10 شماره نگه میدارین و رها. سوال دایان رو بشنویم. آیا یوگا باعث لاغری میشه؟ سوال خیلی ها هست. آیا نوع خاصی از یوگا هست که بیشتر از بقیه لاغر کنه؟ بله، یوگا طبیعتاً مثل هر ورزش دیگه باعث کاهش وزن میشه. طبیعتاً انواع مختلف یوگا داریم، مثل وینیاسا یوگا یا آشتانگا یوگا. اینا یوگاهایی هستن که بیشتر قدرتی هستن و در واقع کالری بیشتری میسوزونین وقتی که انجام میدین. یوگا اینه که پیاده روی تون، مثلا یک ساعت یوگا انجام میدین مثل اینه که یک ساعت یا یک ساعت و نیم حتی پیاده روی تون کردین. ولی از همه چی مهمتر اینه که شما وقتی یوگا انجام میدین آگاهیتون روی بدنتون بیشتر میشه و کنترلتون روی ذهنتون بالا میره و این باعث میشه که از پرخوری های اضافه نابجا جلوگیری میکنه. سوال متین رو بشنویم. چه سنی برای شروع کردن یوگا بهتره؟ یوگا واقعا محدودیت سنی نداره، ولی بیشتر توصیه می کنم اگه بخوام واقعا بگیم که یوگای درست رو آدم بتونه شروع کنه به همون شکلی که هست، سن 12-13 سالگی به بعد سن خوبیه، ولی خیلی خیلی یوگا رو برای بچه ها هم توصیه می کنم، ولی نوع و شکلش طبیعتاً باید متفاوت باشه، خیلی باید آدم بتونه تخریب کنه یوگا رو برای بچه ها. شما خودتون بچه های خودتون چجوری ترغیب می کنید برای انجام یوگا؟ تا وقتی که کوچولو بودن به همین شکل من همیشه سعی کردم بیارمشون روی متم و باهاشون یوگا بکنن. حالا یه خورده بزرگتر شدن و یه خورده سخت‌تر شده که بهشون بگم بیان یوگا بکنیم یا دعوتشون بکنم، چون معمولا جواب نه هستش. بچه ها خیلی مهم نیست که بهشون چی میگی که انجام بدن، بیشتر مهم اینه که چی کار میکنی.
و چون بچه های من از خیلی از وقتی به دنیا آمدن دیدن که من همیشه یوگام هیچ وقت ترک نمیشه، طبیعتا فکر میکنم این یک جایی توی زمین ناخودآگاهشون هست و مطمئنم که یوگا رو خیلی دوست دارن. کاربری به اسم آرتامهر پرسیده اگه به سیستم های مراقبه آشنایی داشته باشیم برای این روزها چه نوع مراقبه ای رو پیشنهاد میکنید؟ مراقبه های داینامیک یا تمریناتی مثل مایندفولنس؟ من توصیه میکنم که به حس و حال روزتون نگاه کنید. اگر که ذهن شلوغی دارین اون روز، طبیعتا مراقبه نشسته میتونه یه خود سخت‌تر باشه و شاید کمک زیادی نکنه. اون موقع است که مراقبه های داینامیک تر و مراقبه هایی که در واقع شما حرکت میکنه بدنتون انجام بدین. خب انواع مراقبه داریم، مراقبه های تنفسی یا مراقبه های حرکتی که شما تصمیم میگیرید که مراقبه کنین و انجامش میدین. ولی از اون جالبتر و پرفایده تر فکر میکنم اینه که شما سعی کنین تمام حرکت هایی رو که در طول روز انجام میدین با حضور در لحظه و مراقبه نه انجام بدین. مثلا اگر دارین ظرف میشورین، تمرکزتون فقط در ظرف شستنتون باشه به جای اینکه فکرتون به جایی پرواز بکنه، یا اینکه وقتی راه میرین پیاده روی میکنین به قدم هاتون، به حرکت پاتون به زمین، یا خیلی 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 چیزهای دیگه. یعنی شما اگر این آگاهی رو از صبح که بیدار میشین بخواین که داشته باشین و در با حضور در لحظه زندگی کنین، فکر میکنم یکی زیباترین نوع مراقبه هست. خیلی ممنون خانم رشیدی، خیلی نکات مفیدی بود. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC فارسی @BBC شما برای ما بفرستید.